برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کارگروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. این کارگروه همچنان اعلام کرده که نام سنگال را از لیست خاکستری خود حذف کرده است. کارگروه ویژه همچنین اقدام مالی که سازمانی بین دولتی برای مبارزه با پولشویی و تأمین تروریسم است، نام الجزایر، آنگولا، ساحل آژ و لبنان را به لیست خاکستری خود اضافه کرده است. ارتش ایران با انتشار بیانیه ای از جان باختن دو عضو این نهاد نظامی در جریان حمله اسرائیل خبر داد. ارتش ایران اعلام کرد که سرگرد حمزه جهاندیده و استوار محمد مهدی شاهروخی حین مقابله با پرتاب‌های اسرائیل جان باختند. قرارگاه پدافند هوایی ایران پیشتر با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده بود که اسرائیل مراکز نظامی در استانهای تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داده است. این قرارگاه بدون اشاره به جزئیات اهداف اسرائیل آسیب‌های وارد شده را به برخی نقاط را محدود خوانده بود. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرده که طالبان در 3 سال گذشته 392 محدودیت بر سر راه کمک رسانی‌های بشردوستانه به مردم افغانستان وضع کرده است. اوچا در گزارش جدیدی گفته این محدودیت‌ها به طور جدی مانع از ارائه خدمات ضروری به نیازمندان شده است. در این گزارش گفته شده که طالبان در سال 2024 نزدیک به 100 محدودیت تازه وضع کردند که از میان آنها 6 محدودیت به طور خاص شرایط کاری زنان را هدف قرار دادند.